سلام و وقت بخیر. ببخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه مدیر نشر است. 17 جدی برابر است با 10 سالگرد تصویب قانون اساسی. 10 پیش در چنین روز قانون اساسی جدید کشور به تصویب رسید. با تصویب این قانون صفحه جدید در تاریخ افغانستان گشوده شد. به اساس قانون اساسی کنونی به شهروندان کشور حقوق مساوی داده شده است و هیچ کس در برابر قانون برتری ندارد. در این قانون اساسی چندین اصل عمده وجود دارد. مهمترین اصل در این قانون غیر قابل تجزیه بودن افغانستان و ترجیح دادن به قوانین اسلامی است. تطبیق قانون اساسی کشور از روز توشیح تا اکنون با مشکل های زیادی روبرو بوده است. گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دورتر از محل بزرگداشت از 10 سالگرد این قانون میگوید که اگر در تالار بزرگداشت از این روز بالون گاز آتش نمی گرفت، حرفهای زیادی در مورد تطبیق و عدم تطبیق قانون اساسی داشت. روز سه‌شنبه اینجا در لیسه امانی شهر کابل مراسمی ویژه برای بزرگداشت از 10 سالگرد قانون اساسی ترتیب شده بود. نوبت سخنرانی گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود که یک بالون گاز آتش گرفت. لحظه نگذشت که همه از داخل تالار بیرون شدند. اکنون اینجا تنها سکوت حکم فرماست. بالون گاز انفجار کرد که الحمدلله شما او را به چشم سر دیدین که کسی آسیب ندید. منتهای این مجلس ایجاب از این را نمی کرد که در یک فضای که اوجا کاملا دود بود و نمی تانستن میمانا که با وجود از این که دوباره حاضر شدن، اما ما دیدیم به صحتشان موزر تمام میشه. این روز بخیر یا دیگه از روحای زیاد دیگه هفته را در نظر میگیریم. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در دورتر از محل برگزاری مراسم بزرگداشت از 10 سالگرد تصویب قانون اساسی به خبرنگاران گفت که تطبیق این قانون در یک دهه گذشته خالی از مشکل نبوده است و همچنان در نظامی که ما شما بر مبنای قانون اساسی داریم کارهای هم صورت گرفته، ولی مشکلاتی هم وجود دارد که به تفصیل امروز ما میخواستم در این مورد صحبت بکنم که حاکمیت قانون اساسی، کار با قانون اساسی با چی پیمانه صورت گرفته، با این وثیقه ملی مردم افغانستان و در چی حد باید ما کار بیشتر و بیشتر بکنیم. در این 10 همواره گفته شده که باید قانون اساسی به گونه درست تطبیق شود، اما به باور بسیاری ها موارد نقض این قانون بیشتر از موارد تطبیق آن بوده است. اکنون باید منتظر ماند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی چی وقت از 10 سال روز تصویب این قانون بزرگداشت میکند و رئیس این کمیسیون حرفهای زیاد خود را بیرون میدهد. باز هم خوش آمدید. بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از نو رسید. آقایان پوهنیار احمد حنیف حنیف مشاور حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید میمونم عزیز. آقای حنیف، با شما آغاز میکنیم که حالا 10 از تصویب قانون اساسی در افغانستان میگذره و حکومت افغانستان هم همواره ادعا میکنه که یکی از دستاوردهای بسیار مهمی حکومت افغانستان در 12 سال گذشته یکیش هم قانون اساسی بوده، اما در عرصه تطبیق و اجرا این قانون از نظر شما چگونه بوده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون نور و ملت شریف افغانستان، اولتر از همه سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان را 10 سال روز شب خدمت همه ملت شریف افغانستان با استفاده از تریبیون شما ما تبریک میگویم. البته بدون شک یک دستاوردهای بسیار زیاد بزرگ دولت جدید بعد از سال 2001 تصویب همین قانون بوده و علاوه به این که دولت دستاوردهای دیگری هم داشته از این هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه. اگر ما دقت کنیم سایر دستاوردها هم برمیگرده به این که مبنای از این دستاوردها قانون اساسی بوده که بر مبنای قانون اساسی و سایر دستاوردها را دولت داره. البته بدون شک در طی 10 که گذشت ما با مشکلات روبرو بودیم، مگر دستاوردهایی که بسیار زیاد عمده است میتونیم که مشخصا از آدرس قانون اساسی ما به اونها اشاره کنیم، مانند انتخاباتی که صورت گرفت قبلا،
چی انتخابات ریاست جمهوری و چی انتخابات پارلمانی و همچنان تشکیلات قوای ثلاثه دولت در مجموع و همچنان پیشرفتایی که در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همه از این بر مبنای و همه این دستاوردها در سایه قانون اساسی صورت گرفته و ایره مردم ما شاهدش است. البته در قسمت تطبیق قانون اساسی ما مشکلات بسیار زیادی داشتیم که از این ما چشم پوشی کرده نمیتونیم و تا هنوز هم متاسفانه که فرهنگ قانون شکنی در وطن ما، در کشور ما عام شده و چی از طرف عام مردم، چی از طرف ارگانهای دولت و از طرف بخشهای مختلف ما شاهدی هستیم که قانون اساسی و سایر قوانین نقض میشه که این بسیار زیاد جای تاسف است. و ما در 10 سالگی سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان اگر که صادقانه بگیم شرمنده هستیم در مقابل قانون اساسی با او هدف و مرامی که قانون اساسی به تصویب رسید. بله کی شرمنده است؟ حالا قانون شکنی که وقتی نقص قانون مطرح میشه فکر میکنین کی هست؟ قانون شکنا است. هدف قانون شکنا است که هر کسی که در نقض قانون اساسی افغانستان کم یا زیاد نقش داشته باشه بنمو برابر در برابر قانون اساسی شرمنده است. بله به خاطر از اینکه قانون به خاطر تطبیق ساخته میشه، تدوین میشه، تصویب میشه. اگر قانون جنبه تطبیقی به خود پیدا نکنه این خو یک رنگ و کاغذ پیش نیست. بله فکر میکنین چی عوامل و زمینه هایی وجود داره که باعث میشه که نقض قانون صورت بگیره و قانون شکنی و قانون گریزی صورت بگیره؟ حالا وقتی که مجری قانون و کسایی که مسئول هستن که باید قانون رو تطبیق کنن و اجرایی کنن اگر از طرفی از اونها نقض قانون صورت نگیره فکر میکنین یک شهروند عادی بتونه قانون را نقض کنه؟ خب دلایل نقض قانون بسیار زیاد است. اگر ما سر از این فاکتا به تفصیل صحبت بکنیم که چی دلایل باعث شده که مردم ما قانون را نقض میکنن این دلایل بسیار میشه به چند دلیل عمده اشاره کنیم. دلیل بسیار زیاد عمدهش که است ناامنی است. خود عدم موجودیت امنیت زمینه را برای این مساعد میسازه که قانون نقض شود و همچنان فقر است. بله اما گاهی هم برعکس تشبیه میشود، استدلال میشه که وقتی که قانون تطبیق نمیشه دیگر مشکلات مثل فساد، ناامنی و دیگر مواردی که چالش هایی که امروز افغانستان با او گرفتار است به وجود میاد. بدون شک پدیده ها با هم بسیار زیاد ارتباط دارن. اما قسمی که پدیده های مثبت با هم بسیار زیاد مرتبط است، پدیده های منفی هم یکیش سبب تقویه دیگهش میشه. نقض قانون از یک طرف که مثلا ناامنی و فقر و مثلا بی‌سوادی و عدم داشتن فرهنگ قانون در بین مردم باعث ازی میشه که قانون نقض شود. از یک طرف خود نقض قانون باعث تقویت از عموم پدیده های منفی میشه که او باعث نقض قانون شده بود. یعنی یک رابطه بسیار زیاد ناگسستنی وجود داره. اما این دلایل برای کسی براعت داده نمیتونه که مثلا ما بگوییم که ناامنی است خیر، از اینکه ناامنی است خیر ما قانون نقض بکنیم، ما بگوییم فقر است خیر قانون نپشکنیم، ما بگوییم این دلایل موجه نیست. اما این همی فکت ها باعث شده وقتی که قانون ساخته میشد در وقت ساختن تدوین قانون اساسی افغانستان در 10 سال پیش از امروز این شرایط قابل پیش بینی نبود. یعنی هدف این بود که بعد از گذشت سالهای آینده تا 10 سال خاطر پیش بینی بود که شاید کلا افغانستان یک کشور با امنی باشه. سپاسگزار. اما ما میبینیم که تا هنوز هم شرایط از او وقتام کرده متاسفانه که خرابتر شده. سپاسگزار. آقای ناصری شما در جریان هستین که 10 سال از تصویب قانون اساسی در افغانستان سپری میشوه. اما را به این موضوع تاکید میشه که یکی از دستاوردهای مهم حکومت افغانستان همین قانون اساسی است و آقای نف هم اشاره کردن که دیگر دستاوردهایی هم که حکومت افغانستان داشته در 12 سال گذشته برمیگرده بر همین قانون اساسی. حالا در عرصه عمل کرد و تمسک جستن به مفاد و مواد قانون اساسی چقدر عمل و توجه شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترام خدمت شما و همتون جناب آقای بانیار صاحب، جناب آقای حریف و کلیه همکارا در شبکه و تمامی بینندگان محترم و در مجموع ملت مسلمان افغانستان، من به نوبه خود فرا رسیدن دهمین سالگرد تصویب قانون اساسی را توسط ملت مسلمان افغانستان و شهید پرور افغانستان و کسانی که به خاطر آزادی افغانستان جان دادن و قربانی های را تقدیم کردن تبریک عرض میکنیم. و در قدم دوم ببین بسیار از این قضایا نباید پوشیده گذشت. تا به حال
آماره های رسمی و دقیق نشان میده. بار بارم گفته شده. ما اول یک جدول را عرض میکنم که بسیار خجالت آور است. بفرمایید. برای نظام افغانستان، سردمداران افغانستان، صاحب حکومت افغانستان و کسانی که با عنوان پرچمداران حکومت نظام افغانستان یاد میشه. وی عبارت عزیز که افغانستان در بین 177 کشور دنیا در رتبه 75 از زاویه منفی قرار گرفته، در حقیقت رتبه 3 فاسدترین کشور حکومت را به خود اختصاص داد. فساد، سرمنشه فساد کجاست؟ ما بر مبنای فلسفه وجودی علت نظام علی و معلولی مگر بحث بکنیم؟ بعضی مسائل هستن با عنوان علت نقش خودی ایفا میکنه و بعضی چیزهای دیگر هم با عنوان معلول است. فساد، حکومتداری فاسد بدون قید شرط، عبور از قانون اساسی، عدم تعهد به مسئولیت و مکلفیت های ملی در بخش های مختلف، فسازش کردن با راهزنا، مجرمان جنگی و امثال ذالک، و به کیفر نرساندن کسانی که به اصطلاح مافیای اقتصادی بوده و بیت المال غارت کرده و کسانی که در همین مدت مدیدی که آورده به قربانی هزاران فرزند جوان و نیرومند و با ایمان ملت مسلمان افغانستان دستگیر شدند و آزاد شدند و به کیفر نرسیدند و شریعت هیچ تطبیق نشده در افغانستان. اینا کلی از اینا میدونی چیه؟ کلی از اینا را که یک پس از دیگری وقتی که ردیف میکنیم و شما انبار قطور به اصطلاح کتاب بزرگی با عنوان منفی و ورقه سیاه تر میآید در کارنامه حکومتی که در 10 در رأس از رئیس جمهور محترم افغانستان قرار داشته. قانون اساسی خدمت بکنم که افسوس سخنگوی حکومت اگر باشه که ماده به ماده ظرف 3 بنشینیم رو در رو فیس تو فیس با هم دیگر صحبت بکنیم ماده به ماده بروخش بکشی وقت چی از قانون اساسی، مجموع قانون اساسی 162 تا ماده هست. از 162 تا ماده فصلی دوران حکومت انتقالی را به اصطلاح او را و تاریخ پیوسته دیگر او تمام شده، او کدام چیزی دستاورد دیگر نداره جزی در قانون اساسی آمده دوره انتقال، ولی دیگر او منشه عمل کرد نیست، فقط در قانون اساسی آمده. بعد بخش دیگری از این کمتر از 148 ماده یا کمتر یا اضافه تر بالا میمانه و 69% قانون اساسی نقش دست طرف حکومت، زمامداران افغانستان، وزرای افغانستان، بعضی وکلای افغانستان، بعضی سناتورای افغانستان، بعضی خدمت بکنم قماندانای امنیه افغانستان و در رأسش رئیس جمهور محترم افغانستان. 69% قانون اساسی شما بیارین تطبیق بکنین شامل 92 تا ماده میشه. شامل 92 تا ماده میشه. وقت میاییم در ابعاد مختلف دستاوردی که فرزن حکومت در سایه، بله ما قبول داریم، ما بار بار گفتیم قانون اساسی افغانستان با مطالعه‌ای که ما داریم یک مقداری به کارا تخصص ما هست، یعنی در بین کشورهای اسلامی 50-57 کشور اسلامی مدرن ترین قانون اساسی منطبق با شرایط افغانستان، منطبق با شرایط بین المللی ملت افغانستان، وضعیتش از لحاظ سیاسی و جغرافیایی و حکومت داری و امثال داری تدوین و تدوین شده. نقص در این قانون بسیار کم به وجود می آمد از دیدگاه شرعی که به اصطلاح بتونه عملکرده های بسیار مدرن دنیا را در مقابل از در چارچوب قانون رو تدوین بکنه و از طرف دیگه مخالفت با شریعت هم نداشته باشه، کار بسیار بزرگی صورت گرفته. قانون قانونی مدرنه، اما با کمال تاسف که در دست ما افغان ها 70 قانون اساسی سپاسگزارم کردیم و شامل از این میشن 92 تا ماده از قانون اساسی ای چی شده؟ به اصطلاح نقش شده. بله و روی این مورد هم در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم. بله سپاسگزار. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. آقای ناصری، در مورد از اینکه چه عوامل و زمینه هایی باعث میشه که قانون نقض شود و بخصوص قانون اساسی که شما اشاره کردین چند درصدش نقض شده سوی بیشتر ارکان حکومت، حالا به چند عامل پیشتر آقای عنیف اشاره کردیم که مسئله فساد است، ناامنی است و نبود اراده برای تطبیق قانون است و دیگر مواردی هم، واقعا فکر میکنین حالا این عوامل باعث نقض قانون میشه و یا هم عدم اراده و تطبیق قانون باعث میشه که چنین مشکلات و عواملی به وجود بیاد؟ و اگر عرفا هم از صحبت های قبلتون مانده باشه. شکر.
قضیه بسیار مشخصه. ما عرض کردیم به عنوان یک جدول کلی بر مبنای به اصطلاح اون چارچوب نظام علی و معلولی در حیطه صلاحیت و حکومت و نظام و اداره مملکت وقتی که بحثم میکنی، فقر شالوده عدم تطبیق قانون اساسی است. قانون اساسی میگه دولت مکلف است که یک جامعه مرفه را ایجاد کنه. این قانون اساسی میگه آیا دولت واقعا به همی بودش به مکلفیت خود عمل کرده؟ نکرده. چی سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته؟ فعلا شما خب حدود 70% مردم نزدیک به بیکاری است. بی فاجعه است. هیچ گونه زیربنای دی مملکت درست نشد. کجا شدن؟ وقتی که ما میاییم دستاوردها داشتیم، اما دستاوردهای مثبتی که در مقابل به اصطلاح اون همه فکت های منفی وقتی شما مقایسه میکنین در دو جا جدول مقابل اینا رو مقایسه بکنین، او به درجه صفر میرسه متاسفانه. در بود مثلا میگیم در بود فرهنگی ما بسیار انکشاف داشتیم. چی انکشاف پیدا کردیم؟ تا هنوز بر اساس سیستم بسیار برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ای که وجود دارد نمیشه که بخشی از این دستور محسوب شود. ببین این یک بخش است. ما نمیگیم که به اصطلاح تمام کارها و عملکردها منفی بوده، این درست است، اما یک بخش کوچیکی از کار است. در قسمت معارف با تمام شعارهایی که داده میشه که پیدا کرده، تا هنوز ما و شما از سطح لیسانس بالا نرفتیم نظام آموزشی ما، در صورتی که باید ماستری می داشتیم و دکترا می. نکته مهمی که باید اینجا مورد محط نظر و ملاحظه قرار بگیرد عبارت است این پول هایی که تا به حال در مدت همین 12 سال به مصرف رسیده، کمک های جامعه جهانی را اینا رو کلش بیای شما انباشت بکنیم، بعد دستاورد های حکومت یا نظام دولتداری را در مقابل از او نقطه های مثبت بسنجین، ضرب صفر میشه. با عنوان مثال مواد مخدر مگر بیداد نمیکنه؟ بالای 1.5 میلیون انسان معتاد به مواد مخدره. او زمانی که قبل از اینکه حکومت تشکیل شود آیا ما یک همچه آماری داشتیم؟ نداشتیم. فقر اصلا بیداد میکنه تعداد زیادی از مردم. مسئله بیکاری، یعنی 70% نیروی کار امروز واقعا بیکار است، کسی نمیتونه یک لقمه نان پیدا بکنه. در قسمت امنیت وقتی که حکومت موقت به وجود آمد، 2-3 سال بعد که حکومت انتخابی به وجود آمد، 2 سال شما امنیت داشتین، همون چیزی که جناب آقای حنیف اشاره کرد. اما چشماندازی بود، باور همین بود که ما داریم قدم به قدم استپ به استپ پیشرفت میکنیم، ولی عقب کرد کردیم. موضوع ناامنی را حالا در نظر بگیر با اون زمانه بالاخره چقدر انکشاف پیدا کرد موضوع ناامنی. بله، و در کل و نهایتش تمام این چالش ها و مشکلات را که اشاره میکردیم برمیگرده بر اینکه حکومت بر مبنای حکم قانون اساسی بله. در همه بخش ها عمل نکرده. واقعا حاکمیت قانون، اگر ما بگیم که در افغانستان نظام فعلا بر مبنای حاکمیت قانون پیش میره، یک حرف نابجاست. سپاسگزار هستم. برمیگردم به شما. خیلی سپاس. آقای یعنی شما مشاور کردین و آقای ناصری هم موافق بودن که در بخش عدم تطبیق قانون اساسی و عدم حاکمیت قانون و اینکه چقدر قانون و چند درصدش از سوی حتی حکومت نقض کرده، در این توافق نظر داشتن. حالا در این که حکومت چه کار و چه زمینه سازی برای تطبیق قانون کرده به نظر شما چه چیزی میتونه باشه؟ ما فکر میکنم میگی سوالی است که باید از حکومت پرسیده شود. بله، حالا شما در نهادی هستین که دست کم نظارت دارین بر تطبیق قانون اساسی. از آدرس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا جایی که به کمیسیون ارتباط داره، همتنهای ما شاهد هستن که کمیسیون با در نظر داشت امو صلاحیتی که قانون اختصاصیش برش داده از هر نوع تلاش استفاده کرده به خاطر نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی افغانستان و تا جایی کمیسیون تانسته که مردم را هم از قانون آگاه بسازه. در این رابطه هم کار صورت گرفته و ما گزارش کارکردهایی را که مربوط به صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون میشه سالانه در سالنامه های خود هم نشر میکنیم، چنانچه که آخری سالنامه ما به نشر رسیده است. میتونن همتنهای ما از او جریان های کار یک ساله کمیسیون و از او بیشترش در سالنامه ها ببینن. اگر به طور خلاصه ما چند موردش اشاره کنم. بفرمایید. یک موردی است که کمیسیون هیئتاش با اکثریت ولایت های افغانستان سفر کرده
از مراکز سلب آزادی دیدن کرده، اون موارد نقضی را که در اوجه به مشاهده رسیده او را با خود آورده و او را به ارگانهای مربوطش تقدیم کرده، اونا را متوجه ساخته که در اینجا قانون نقض شده، در اینجا حقوق اتباع افغانستان نقض شده، در اینجا یک آدم مثلا ام وقتی را که قانون برش تعیین کرده که در وقتی تعیین سرنوشت و اینی آمار است که مثلا این وقت سپری شده اما هنوز اینا در بند به سر میبرن به شکل غیر قانونی، در اینجا مثلا یک آدم از طرف محاکم ثلاثه براءت داده شده برش هنوز هم بندی است، در اینجا مثلا یک شخص مدتی را که قانون برش تعیین کرده که در حبس باشه حبس خواهد سپری کرده هنوز هم زندانی است، در اینجا دلایل الزام وجود نداره اما هنوز هم شخص زندانی است، این کارا را کرده و دستاورد بسیار زیاد بزرگ کمیسیون قانون اساسی موضوع انتقال مسئولیت زندان بگرام است که این هنوز هم ادامه داره و در بخش تحقق حاکمیت ملی در افغانستان که فکر میکنم یک دستاورد افتخارآمیز برای تمام مردم افغانستان است که ما شاهدی از این هستیم که مسئولیت را به اثر کار طاقت فرسای پرسنل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسئولیت به افغانها برگشت و این یک دستاورد بسیار زیاد بزرگی بود. در بخش آگاهی از قانون اساسی ما سیمینارهای بسیار زیادی را دایر کردیم در ادارات مختلف، چی در مرکز و چی در ولایات، هیئت‌های ما به ولایت‌ها سفر کردند، در سیمینارها دایر کردند و قانون اساسی افغانستان را برای مردم تشریح کردند، توضیح کردند. حدود بیش از 100 هزار قانون اساسی را ما برای مردم توضیح کردیم در گونه‌های مختلف و برای عام مردم و خوشبختانه که اقتداد وزارت ها با ما بسیار زیاد همکاری خوب کرده، ما از ایشون پوشی کرده نمیتونیم، مانند وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان که شامل نصاب درسی خود ساختن و وزارت معارف یک مقدار بسیار زیاد قانون اساسی را که حدود 2 میلیون را که ما وعده کردن او را به چاپ رساندن و در مکاتب توزیع کردن. طبعا وقتی که قانون اساسی به خانه هر متعلم میره تمام فامیلش میبینه که در این قانون چی است. یک سلسله نامه‌باوری هایی که در مورد قانون اساسی افغانستان وجود داشت در گذشته ها ما میبینیم که گراف از این پایین آمده. در کل اینا دستاورد ها و کارکرد هایی هستند که کمیسیون در راستای نظارت و تطبیق قانون اساسی انجام داده. حالا وقتی که بیشتر کارویژه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برمیگرده به تنها نظارت کردن که قانون در ادارات دولتی و در کل در افغانستان چگونه و چقدر تطبیق میشه، اگر جایی هم بیاید که نظارت کمیسیون نشان بده که قانون نقض شده و حتی مقامات حکومتی یا حکومت افغانستان و دیگر اشخاص و افراد آمدن قانون اساسی را نقض کردند، پس باز هم در بعد اجرایی از این صلاحیت کمیسیون چی است که اگر ببینه که قانون نقض شده چگونه است؟ شما پرسش بسیار خوبی را مطرح کردین که این سوال نه تنها پیش شما، پیش اکثریت هموطنان ما همی است که وقتی که شما موارد نقض قانون اساسی را که پیدا کردین باز چی میشه؟ متاسفانه که کمیسیون صلاحیت اجرایی نداره، صرف موارد نقض را پیدا میکنه و این مشخص از وقتی که موارد نقض قانون اساسی را پیدا کرد این باز هم به حکومت گزارش میده که دینیج قانون نقض شده. بله، در صورت که بیشتر اشاره کردن که بیشتر ماده های قانون اساسی را در بسیار موارد شواهد و اسناد وجود داره که حکومت خودش نقض کرده، پس وقتی که به حکومت گزارش میتین تطبیق زیر کی انجام میتین؟ طبعا ما شما شاهد ازی هستیم که حکومت متشکل از 3 قوه است که یکیش قوه اجرایه است، اینا لی مسئولیت حکومت است، از قوه اجرایه حکومت است، از شخص اول مملکت است و از سایر کسان دیگه که به اونا موضوع به اونا ارتباط میگیره که باید وقتی که موارد نقض قانون اساسی افغانستان را کمیسیون و یا هر مرجع دیگری که برای اینا گزارش داد و بخصوص کمیسیون قانون اساسی که مسئولیتش است دیگه، اینا لو وظیفه از ایناست که باید دست به کار شوند و وقتی که موارد نقض را پیدا کردن بس اینا به خاطر از اینکه قانون تطبیق کرده باشن باید مشخصا. حالا وقتی کمیسیون پس صلاحیت اجرایی نداره که شما اشاره کردین، وقتی که تنها نظارت میکنه، نه تنها که تطبیق قانون اساسی را نظارت میکنه بلکه در بعضی موارد میبینه که قانون نقض شده، پس چرا این کمیسیون باید باشه؟ اصلا در قانون اختصاصی جدیدی که ما او را یعنی خاکش نوشته کردیم، پیشنویسش نوشته کردیم، روان کردیم که او اما مراحل قانونی خود را مراحل خود را طی کنه و به تصویب برسه، این را ما اضافه کردیم که یعنی کمیسیون قانون اساسی قدرت اجرایی پیدا بکنه که حداقل مثلا وقتی که موارد نقض را پیدا میکنه اگر کسی از قانون اساسی تخطی کرد در برابر ازی قوانین جزایی افغانستان وجود داره، بتانه کمیسیون که بر مبنای از اون مواد قانون اما کسی را که ناقض قانون است او را به محاکم
معرفی بکنه. اما این معلوم نیست که آیا این قانون اختصاصی کمیسیون هنوز که در زیر کار است، مراحل خاص بری میکنه با کجا میرسه، آیا این به تصویب میرسه این موضوع یا نمیرسه. به هر صورت یک موضوع دیگه ایره که این هم قابل یادآوری است، اخیرا به اساس فرمان شخص اول مملکت جلال مآب رئیس جمهور افغانستان به کمیسیون صلاحیت تفویض شد که تمام مراکز سلب آزادی افغانستان را در مجموع در مرکز ولایات بررسی کنند، ببینن که موارد نقض قانون اساسی چی است و حقوق شهروندای ما در کجا نقض شده، چون شکایت ها بسیار زیاد وجود داشت. کمیسیون تا و اگه در بود اجرایش باز چه کار صورت میگیره مربوط کمیسیون نمیشه. تا سه ماه این گزارش را تکمیل کردن و کار بسیار زیاد کردن، دهی هم ثابت شد که موارد نقض قانون اساسی افغانستان در مراکز سلب آزادی و در مراکز عدلی و قضایی افغانستان مواردش بسیار زیاد، گرافش بالا است و ما از هیچ پوشی کرده نمیتونیم. سپاسگزارم. آقای ناصری، وقتی که مسئله حاکمیت قانون یا اجرایی و عمل کردن قانون مطرح میشه، به خصوص قانون اساسی، فکر میکنین واقعا چی شخص و یا چی نهادی باید این قانون را در منصه تطبیق و اجرا بگذاره؟ و همچنان شما هم در شورای ملی هستین، گاهی هم ماده های اختلافی قانون به وجود میاد و بعد اون را رجعت میتن به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که تفسیر کنه این ماده های اختلافی را. عمل کرده این کمیسیون و موثریتش در راه نظارت و تطبیق قانون اساسی چگونه بوده است؟ فلسفه وجودی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اون است که قانون اساسی را تفسیر بکنه. یک و اعضای محترم قانون اساسی، چون اینا مفسر قانون اساسی است، بسیار مرجع از لحاظ حقوقی و قانونی، بسیار جایگاه ویژه و بسیار جایگاه مقدس و بسیار یک دارای یک پرستیژ بسیار بالا است. یعنی اینا میتونه که به اصطلاح قانون تفسیر بکنه، تنها مرجعی که در افغانستان میتونه. و بحث حکومت جای دیگه است که به اصطلاح محکمه اینا میرن، او گپ دیگه است. اما از طرف شورای ملی صلاحیت داشته، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وقتی که اینا اگر یک به عنوان مثال میگیم یک ماده رو برمیخوریم، ما در پیمان های به اصطلاح که عقد میشه بین افغانستان و بین بعضی حکومت های کنونسون های ملل متحد امثال زالگ از طرفی که کشور ها میاید و ماده برمیخوریم که آیا این انطباق با قانون اساسی داره یا نداره، وقتی که شک میکنیم بلا فاصله به اینا به ازرا ارجاع میدیم که شما تفسیر بکنیم. این مرجع بسیار مرجع مهمه. از یک طرف اینا وظیفهش قانون تفسیر است، قوه مجریه نیستن اینا. از طرف دیگه حق نداره اعضای محترم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که خودشان باز به عنوان انسان‌های متخلف، چرا اینا یک شخصیت‌های حقوقی است در چارچوب همین کمیسیون. بله، چنین موردی هم وجود داره که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خودشان برخلاف قانون کار کردن. مهم منطق قضیه مستدل قبلا هم گفته شد و خودونی از نام رد کرده بود که به اصطلاح لوی جرگه عنعنوی خلاف قانون اساسی است. لوی جرگه مشورتی که امسال تشکیل شد خلاف قانون اساسی است. اگر خلاف قانون اساسی نیستن، بیایم به اصرا اونجا باز بکنیم. در اونجا یک لوی جرگه قانون اساسی تعریف کرده و در امی لوی جرگه خلاف قانون اساسی هم در دور انعنوی سال گذشته و هم در دور مشورتش متاسفانه اعضای محترم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رفتن شرکت کردن. این نقض قانون هست یا نیستن از طرف کسی که او بالاترین و بزرگترین جناب آقای قاضی گلرحمن به عنوان رئیس نظارت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رفتن نشستن پلو خوردن در خیمه لوی جرگه، آیا این نقض قانون اساسی هست یا نیست؟ اطلاع به هیچ وجه، یعنی کسایی که در جرگه شرکت کرده بودن در کل نه تنها اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خود از نامه کلی اعضا تشکیل این لوی جرگه خلاف قانون اساسی است. وقتی که بر مبنایی که شما همین را تفسیر میکنین و واقعیت هم همینطور داره که قانون اساسی اون را رد میکنه و بالاترین و عالیترین مرجعی که تنها میتونه ملت افغانستان با او برای تفسیر قانون اساسی مراجعه بکنه و وظیفه با این بزرگی داشته باشه و حرفی از اینا در این گونه موارد فیصله کنه، فهمیدی؟ وقت چطور میشه خودشان میره بالاخره زیر کله میشینن پلو میخورن اونجا میشینن شعار میدن این نقض قانون اساسی هست یا نیست؟ اگر میگن نه تشکیل این لوی جرگه مشورتی یا اون لوی جرگه عنعنوی
خلاف قانون اساسی نبوده خود اینا نوشته کرده. پارسال جناب آقای حنیف امیر در همین بیست بیان کردن که به اصطلاح وقتی که بحث سر همین قضیه بود سر لوی جرگه عنعنوی بودن، همینج که بحث شد بعد گفت که خلاف قانون اساسی. اما در هر دو مورد رفتن اعضای محترم اینجا شرکت کردن، امسالش هم رفتن شرکت کردن، یه خلاف قانون اساسی هست یا نیست؟ درست قوی مجریه نیستن، اینا حق ندارن که کارو بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که تفسیر میکنه قانون اساسی رو میگه این عملی حکومت یا شورای ملی یا ولسی جرگه خلاف قانون اساسی هستن، خودشون بالاخره چطور در یک پروسه خلاف قانون اساسی شرکت میکنن؟ یعنی پیش از دایر شدن لوی جرگه مشورتی رئیس یا اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته بودن که این جرگه خلاف قانون اساسی است، بعدش هم رفتن اشتراک کردن. سال گذشته این حکومت در خدمت ایشان هستیم، چیزی نوشته کردم، ما مدرک دارم، کتابی که اینا چاپ کرده، اینا به صراحت میگه که به اصطلاح تشکیل لوی جرگه یعنی خلاف قانون اساسی است. چرا؟ به خاطر اینکه لوی جرگه در قانون اساسی، نه لوی جرگه هایی که در رژیم های گذشته سابقه، لوی جرگه به عنوان یک عنعنه آمد وارد تبدیل شد به یک ارزش در قانون اساسی. بله، حالا حکومت و کسایی هم که در جرگه اشتراک کردن میگفتن که این جرگه ای که قانون اساسی پیش بینی کرده این اون جرگه نیست و یک مجلس مشورتی است بیشتر. فرق نمیکنه. اون مشورتی که میگه به اصطلاح قانون اساسی میگه که میگه رئیس جمهور میتونه در قضایای مهم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به اصطلاح بین المللی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه کنه. لوی جرگه مشورتی عنعنوی مراجعه به آرای عمومی نیست. اگر او مراجعه بر آرای عمومی مردم باشه، همین قانون اساسی میگه که به اصطلاح کمیسیون مستقل انتخابات برای اجرای ساختن و نظارت کردن بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی باید وجود میآید. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاهی دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. باز هم خوش آمدید بیننده آخر خط از نور است. آقای نیفالا، شما هم بیشتر می دانید و در جریان هستین که به اصطلاح نهادی که در حکومت افغانستان بر حسب حکم و مبنای قانون اساسی دادرسی و دادگری میکنه، به قضایا و دعوای حقوقی مردم رسیدگی میکنه، دادگاه عالی افغانستان است که چند سال میشه که کسی که در رس دادگاه عالی است پشت به قانون اساسی کرده و غیر قانونی در اونجا سمت داره، بارها شورای ملی افغانستان و کسای دیگری هم انتقاد کردن از کار حکومت افغانستان و اینکه آقای ناصری هم اشاره کردن که در بسیار موارد هم دیده شده که خود اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آمدن نقض کردن قانون اساسی را. با احترام به صحبت های جناب ناصری صاحب، البته نه تنها جناب ناصری صاحب بلکه دیگرها هم انتقاد کردن بالای اعضای کمیسیون که چطور خودشان لوی جرگاهی را که مبتنی بر قانون اساسی نبوده خودشان را رد کردن، مصوبه صادر کردن، باز خودشان رفتن دو اشتراک کردن. این انتقادی است که وارد است، اما تا جایی که ما شنیدیم بار بار از زبان کسایی که این انتقاد به اونا متوجه میشه در کمیسیون قانون اساسی، اونا اینو توجیه کردن اصلا رئیس جمهور افغانستان بر مبنای ماده 65 قانون اساسی افغانستان صلاحیت داره که به آرای مردم مراجعه بکنه. چی که اینمی مراجعه و نحوه مراجعه به آرای مردم قانون صراحت داره که چگونه باید باشه. حتی در قانون گفته که اینمی مراجعه به آرا باید مناقض قانون نباشه. به من خاطر نام لوی جرگه را تغییر دادن. به نام لوی جرگه مشورتی یک پسوند مشورتی رو برش اضافه کردن تا به حساب یک رای گریز از قانون برش داده باشن. تنها یعنی شما میگم میپذیرین که فقط به خاطر گریز از قانون یک چنین پسوندی را برش دادن؟ من شخصا خودم نمیخوام از آدرس شخص خود قضاوت بکنم، اما به عنوان یک شاگرد حقوق ما با اینمی مخالف هستم که ما برای خود رای گریز جور کنیم و از قانون فرار بکنیم. من خودم مخالف ازی هستم، اما در ظاهر اینمی که پسوند مشورتی را ما برش میتیم یا مثلا یک پسوند دیگر چنان در لوی جرگه قبلی پسوند دیگری برش داده بودن، اما لحاظ قانونی او لوی جرگه را که قانون اساسی پیش بینی کرده، او لوی جرگه اصلا هم اعضای از او فعلا تکمیل نیست، به خاطر از اینکه ما شورای ولسوالی را نداریم، شورای قرا را نداریم، نماینده های شورای ولسوالی ها تعداد لوی جرگه ما که قانون اساسی پیش بینی کرده به 700 چند نفر میرسه. فکر میکنم وقتی که ما کلش در نظر بگیریم او اصلا
شرایط از او مساعد نیست به خاطر که ما تا بال انتخابات ولسوالی‌ها را شورای ولسوالی‌ها را نداریم که او اعضای لوی جرگه تکمیل شود. بنان با یک اضافه کردن پسوند میخواین که نامی را که قانون داده ازش تغییر برن و در مورد اینکه کمیسیون اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم رفتن در این جرگه شرکت کردن میتونه این مورد مستاق پیدا کنه. اعضای اشتراک کننده در لوی جرگه مشورتی و در لوی جرگه قبلی در این مورد پاسخ دادن و اونا ما میگه پا گفتن که این لوی جرگه او لوی جرگه نبوده که ما او را رد کردیم به خاطر از اینکه این لوی جرگه رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت داره که به مبنای ماده 65 قانون اساسی هر وقتی که خواسته باشم نماینده مردم افغانستان را به عنوان یک لوی جرگه عنانوی یا مشورتی جمع بکنه و از اونا نظر بخواه. نظر خود از اونا از و ما فکر میکنم شخصا بله. باید اصل انتقاد آقای ناصری برمیگرده به این مسئله که چرا اول خودشان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفتن که برگزاری و دایر نمودن چنین جرگه خلاف قانون اساسی است، بعدش هم رفتن خودشان در چنین جرگه شرکت کردن. ما فکر میکنم ما بعد دو موضوع را از هم تفکیک بکنیم. اولی که بحث از اینکه آیا این میلوی جرگه که دایر شد لوی جرگه مشورتی یا مولوی جرگه است که قانون پیش بینی کرده خطا نیست، دیگه شک نیست به خاطر از اینکه اولوی جرگه یک قانون اساسی پیش بینی کرده، گفتیم که او اصلا معزایش بر حالا اگر نباشم پس شرکت اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نقض قانون اساسی وقتی که ما ایلوی جرگه را اولوی جرگه که قانون اساسی گفته نمیدانیم به اصطلاح بگیم یک مجلس مشورتی میدانیمش در صورت در افغان میتونه در او اشتراک بکنه. سپاسگزارم. آقای ناصری، حالا برای قانون گریزی و عدم تطبیق قانون، عدم حاکمیت قانون در افغانستان هر دلیلی که ذکر شده واقعا فکر میکنید که پذیرفتنی باشه و اینکه آقای حنیف هم اشاره کردن که اونچه که شما اشاره کردین ماده 65 قانون اساسی افغانستان حق داده بر رئیس جمهور افغانستان که در موارد خاص و استثنایی با آرای عمومی مراجعه کرده میتونه. خب اگر بنا شده که به اصطلاح از هر دور باطل ما یک دور باطل دیگر بسازیم، بنابر قول امام صاحب فخر رازی رضوان الله تعالی علیه در مباحث مشرقه میگه دور باطل و نموز که به اصطلاح بزنیم مستلزم تناقض میشه. دوره میگه محال به خاطر اینکه مستلزم تناقض میشه. ما بگم اینا هم شب است هم شب نیست. در همین آن واحد هم شب هست هم شب نیست. این تناقض است. بنابراین هم نقض است هم نقض. از دو حال خارج نیست. ما گفتیم به صراحه این قانون اساسی است. قانون اساسی میگه لوی جرگه. لوی جرگه عنعنوی مطابق با قانون اساسی دیگر هیچ مبنای حقوقی نداره در افغانستان. تنها مشوره و مراجعه به آرای عمومی را حق داره، حق رئیس جمهور مطابق با ماده 65 قانون اساسی. ولی فرض مسئله اینه که ما اگر ایز را گرفتیم که بگیم اینمی مجموعه آدمایی را که خوب دقت شوه، همین مجموعه آدمای 2500 نفره که امسال جمع آوری کردن، 2300 نفره در سال گذشته، اگر این جزء موضوعات مصداق خارجی ماده 65 قانون اساسی باشه که به او به رئیس جمهور محترم افغانستان صلاحیت داده که میتونه در این موضوعات مهم به آرای عمومی مراجعه بکنه، دو تا اشکال دو تا سوال اینجا مطرح و بدون جواب است. هر کسی خواستن جواب بده یا الله بسم الله. چی سواله؟ سوال اول، اگر ای از باب مصداق مراجعه به آرای عمومی مردم هست، فرض مسئله اینه که در ماده دیگری که اونجا قانون اساسی میگه کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی به وجود می آید مطابق با قانون. پس بنابراین ایلوی جرگه اگر از باب از مصداق خارجی مراجعه به آرای عمومی هست، چرا فرزن اداره امور دارالانشای شورای وزیران و کسای دیگر آمدن اینو مهندسی کردن و اجرایی کردن و مدیریت کردن؟ چرا قانونی که نه کمیسیون مستقل انتخابات هم اگر مونا العیاذ بالله ملی بودن که اونجا نشستن؟ یک. دو، اگر میگن که نه ای جزی همی لوی جرگه قانون اساسی است، اگر جزی ازی باشه همون چیزی که جناب آقای حنیف اشاره میکنه، باز حکومت نقض قانون اساسی کرد. فرض مسئله اینه که یک عضو مهمی از او که عبارت از رؤسای شورای ولسوالی ها باشه که بازم آمدن در اینجا هم حکومت نقض قانون اساسی کرده، او را تشکیل نداده، انتخابات برگزار نکرده، اونا را چطور به اصطلاح نامزد میگذاره لوی جرگه؟ از این جهته که یعنی دو تا سوال پاسخ نداره. پس بنابراین مسئله سوم، یه از بابی از دیگ باشه که به اصطلاح مراجعه به آرای عمومی مردم اگر باشه، باز در فقره دوم همون ماده 65 قانون اساسی اشاره میکنه، میگه مراجعه به آرای عمومی مردم به شکلی نباشه که مناقض قانون اساسی باشه. و فرض مسئله که مناقض قانون اساسی است، این یعنی دوری باطل است بنابر قول امام صاحب
فخر رازی. وقتی که ما میخوایم استدلال بکنیم، خوب عمیق استدلال بکنیم. این قانون اساسی است. تمام ما میگیم این مورد کاری به اصطلاح شورای ملی فرزند یا اصطلاح محکمه یا قوه مجریه خلاف قانون و مشروعیت نداره. مشروعیت و عدم مشروعیت در مطابقت و عدم مطابقت با قانون اساسی و مواد است که مفتری بری باشه. در غیر از هر عملی که منهای خارج است در تضاد با باشه، 100%، 50%، 40%، 1%، 2% خلاف قانون اساسی است. قانون و ناموس، حاکمیت قانون، رول آف لاو و عبارت عزیز که واقعا قدم به قدم، مرحله به مرحله، مو به مو باید اجرا بکنه و هر کسی که به مربوط به اون هست باید در حیطه کاری خود حق نداره از تخلف بکنه. یعنی اینجا ایست که روی از این جهت است که متاسفانه این رقم نیست که تنها ما بیایم فقط توجیه بکنیم، این سوال جواب بده و غیر از او اگر باشن میان نام میده میگه 2500 نفر از نماینده های مردم افغانستان دعوت شده بودند. نماینده کیست؟ حاکمیت ملی میگه به ملت افغانستان تعلق داره و مردم در اعمال این حاکمیت یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، غیر مستقیم میشه که از طریق شورای ملی با حفظ موجودیت شورای ملی اگر او مشروعیت داره مطابق با قانون اساسی به وجود آمده و انتخابات برگزار شده، دو تا به اصطلاح هر دو تا اتاق وقتی که وجود داره، چه ضرورت داره که ما بیاییم یک لوی جرگه مشورتی رقم با تومتراق را با مصارف بسیار کلان و تعدادی از ده به اصطلاح هزاران نفر دانشجو متاسفانه 4 سال تحصیلات از نو به تعطیل رفتن. و همین قانون اساسی میگه هر کسی که به خاطر سوی مدیریت از جانب اداره حکومتی او مستلزم ضرر شود، متضرر شود، اونا بالاخره حق داره حکومت رو جبران بکنه. چه رقم میتونه رئیس جمهور محترم افغانستان و کابینه و حکومت افغانستان در کسایی که نقض قانون اساسی کرده، ضرر کسایی که 4 ماه در حقیقت 1 سال عمر از اینا تلف میشه و برباد میره، تمام انگیزه های مطالعاتی از اینا رو کی جبران میکنه؟ بله، در ادامه صحبت شما یک موضوع را خیلی کوتاه اشاره کردن آقای ناصری. حالا وقتی که مسئله نقض قوانین سوی حکومت و ارکان سگانه حکومت مطرح میشه که حتی شما مشاوره کردین که خود رئیس جمهور در رأس است که قانون اساسی را نقض کرده و در مقابل هم یک کمیسیون وجود داره که تنها صلاحیت نظارتی بر تطبیق قانون اساسی را داره، پس واقعا چگونه است که خود حکومت میاد قانون را نقض میکنه و این کمیسیون هم میاد نظارت میکنه؟ بعد در بعد اجرایش کی است که باید اجرایی و عملی کنه؟ اینا باید تذکر بده به مدیا مصاحبه بکنه، اعتراض بکنن، حداقلش بالاخره خودشان در اون وادی هایی که به اصطلاح مناقض با قانون اساسی میشه در اون عمل کرده و در اون فرآیندها نباید شرکت بکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر وقتی که ما مرجع آقای ایکس یا یک محوریت یک مجموعه با عنوان کمیسیون صلاحیت داره که قانون اساسی رو تفسیر بکنه، بعد خودشان اگر نقض بکنه معنایش از این است که بالاخره هیچ حرف اینام معلق در حواست. بله آقای، این پیشتر مطرح کردن که اونا تفسیر کردن، پس خودشان بر مبنای تفسیری که و صلاحیت تفسیری که از قانون اساسی دارن گفتن که این جرگه و جرگه نیست، قانون اساسی پیش خیلی خوب که نیست. کدام جرگه است؟ چه رقم جرگه است؟ مشورتی. ببین چی مشورتی؟ مشورتی میشه با 10 نفر مشوره کرد، نمیشه 2000 نفر 500 نفر شما بیارین با عنوان از یعنی 10 نفر فکر میکنم بتونه از کلی مردم افغانستان تنها 10 نفر نمایندگی کنه؟ نمیتونه نه. پس باید 2000 نفر میبوده. خب 2000 نفر باشه، 10000 نفر شما، 50000 نفر شما بیارین، نمیتونه از مردم افغانستان نمایندگی بگیره. نماینده او عبارت عزیز نماینده است خود تعریف داره، یا بر مبنای انتخابات میایم مثل ولسی جرگه و تعدادی از اعضای محترم مشران جرگه، یا به اصطلاح یک سلسله که وانه مشران جرگه باز انتصابی است در قانون اساسی تشکیل شده. خلاف از این به هیچ وجه به اصطلاح او محمل و توجیه غیر قانونی سپاسگزارم، واقعا عذر بدتر از گناه است. بله آقای نفلات، به چند مورد سه سوال مطرح کردن آقای نصری که اگر واقعا این جرگه ای که قانون اساسی پیش بینی نکرده چی بوده و مسئله مراجعه به آرای عمومی را که شما مطرح کردین که ماده 65 قانون اساسی بر رئیس جمهور افغانستان صلاحیت داده، اون مراجعه به آرای عمومی را در بخش انتخابات قانون اساسی تشریح کرده که چگونه باید باشه. و مسئله دومی که اگر این جرگه خلاف قانون اساسی بوده پس باز هم اشتراک در این جرگه نقض قانون اساسی است، جواب شما چی است؟ با فکر میکنم که در پاس پیشتر مطرح شد، ما با قسمتی از فرموده های جناب ناصری صاحب موافق هستم، چون خودم هم گفتم که به عنوان یک شاگرد حقوق ما ایره نمیپذیریم، ما برای هر واژه یک پسوند بتیم تا او را برش راه گریز قانونی بسازیم. پس با کدام قسمتش مخالف هست؟ چیزایی که شما فرمودن یا مثلا جناب ناصر صاحب فرمودن، ای ما در اون موقف نیستم که مثلا جواب آقای رئیس جمهور را ما بتم که چرا اونا این کار را کردن.
سوال تنها از آدرس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را که اینا فرمودن که حداقل اینا به میدیا برن. قانون دستپاگیری که ما داریم حتی ما نمیتونیم به میدیاهای غیر دولتی گزارشات خود را مثل که سایر کسا میدانن ما قانون ما را قید کرده که ما تنها اجراءات خود را مصوبات خود را نظریهای را که صادر میکنه کمیسیون تنها به رسانه های دولتی ما باید بتیم که ما در خط می امروز که مجلس کمیسیون باشد در خط می از امروز ما گزارش خود اصلا آقا پس با این حال فکر نمیکنم واقعا تفسیر و تعبیری را که از ماده های اختلافی قانون اساسی موارد اختلافی قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه میکنه و تفسیر میکنه باز هم بیشتر با حمایت طرفداری از حکومت باشه در صورتی که شما میگین که حالا اجازه نداره قانونی که ما داریم که گزارشات خود را به رسانه های شخصی باید بتین تنها باید به دولتی این گزارشات داده شود ولی کار پس چگونه این کمیسیون مستقل گفته میشه؟ مستقل به خاطر از این است که توبال هرچند که انتقادات وارد است اما کمیسیون به طرفی خود را حفظ کرده همیشه در مصوبه هایش در نظر های تفسیریش منافع ملی مردم افغانستان را در نظر گرفته قانون اساسی را در نظر گرفته خداوند را حاضر دانسته چنانچه که ما به عنوان مشاور حقوقی شاهد هستم که اینطور موردی را ما توبال ندیدیم که مشخصا کمیسیون قانون را گذاشته باشه منافع ملی مردم افغانستان را گذاشته باشه و خواست حکومت را یا از رئیس جمهور یا از کس دیگر را در نظر گرفته باشه و این انتقاد هم توبال نشده الحمدلله بر علیه کمیسیون که اینطور انتقاد شده باشه که کمیسیون دینی فیصله خود منافع ملی مردم افغانستان را در نظر نگرفته قانون اساسی را در نظر نگرفته و منافع شخص را یا از حکومت را در نظر گرفته چنانچه وقتی که شما در همی سالنامه هایی که کمیسیون نشر کرده شما گزارشاتشان را بخوانین در اوجه میبینین که به شکل قاطع از موقف قانونی قانون اساسی افغانستان و از حقوق و آزادی های مردم افغانستان منافع ملی مردم افغانستان در اوجه به مشاهده میرسه که حمایت صورت گرفته در قسمت شورای ولسوالی ها این یکی از انتقادات بسیار زیاد وارده است که حتی ایره مصاحبه صادر کرده کمیسیون قانون اساسی در این رابطه در قسمت شورای شاروالی ها است که قانون اساسی را پیش بینی کرده اما متاسفانه یک انتقاد بسیار زیاد وارده است که دولت بنا به دلایل خاصی که بعضی وقت اینا خودشان ارائه کردن که نمیفهم دلایل اگر خیلی کوتاه اشاره کنیم بینون پرسش آخر برنامه که با آقای ناصری هم فرصت باقی بمانه شما برای تطبیق بهتر قانون اساسی و اجرای شدن قانون اساسی در بخش های مختلف چی پیشنهاد میکنید چی مکانیزم میتونه که واقعا برای تطبیق شدن قانون اساسی بهتر باشه برای تطبیق بهتر قانون اساسی افغانستان ما فکر میکنیم که اول متوجه فرد افغانستان است که باید در همون بخشی که اینا ساحه کاری از اینا است چی عام مردم چی کسایی که در دولت کار میکنن چی ارگانهای دولتی اینا این قانون یک برکت است یک فیض است یک رحمت است انسانیت برای ما این قانون میاره اول پیام به این میاست که مردم به این قانون عهد بگذارن این قانون باعث افتخار ما است مشکلات ما را این مرفوع میسازه و بیشتر ما در یک کلام میخواهیم که به شخص اول مملکت و بر کسایی که اینا به عنوان قوه مجریه کشور انتظار مردم از اینا میره اینا در قسمت تطبیق قانون اساسی افغانستان کمیسیون هم همکاری بکنن با مردم افغانستان هم همکاری بکنن با اینمی قانون هم همکاری بکنن سپاسگزار. تا ما از این مشکل برای آقای ناصری حرفای پایانی هم از شما برای تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین در کشور چی کارهای باید صورت بگیره؟ بسیار مشخص است ماده 64 میگه رئیس جمهوری افغانستان دارای صلاحیت ها و وظایف زیر می باشد یک مراقبت از اجرای قانون در هر مملکتی وقتی که شخصی اول مملکت قانون اساسی را مراعات نکند فاجعه است اینمی گرداب است که ما بالاخره داریم دور بر همدیگر دور میزنیم و هیچ راهی بیرون رفت پیدا نمیشه این مکلفیت ملی ماست این مکلفیت وجدانی ماست که در مقابل متخلفین از قانون اساسی نباید انسان ها کوتاه بیاین و توجیه به اصطلاح نادرست نبکنند مسئله دوم فعلا وان یک کمیسیونی به وجود آمده برای بررسی پرونده های کسایی که در بگرام است ما کاری به اونایی که ما سوال دارم از جناب آقای حنیف آیا واقعا مطابق با قانون اساسی همیتر ساختن همیتر کمیسیون خلاف قانون اساسی هست یا نیست چرا اعتراض نمی کنن اعتراض بکنن پس بنابراین قوه مجریه در صلاحیت اجرای قانون اساسی
مراقب، یعنی اولین وظیفه ای که رئیس جمهوری محترم افغانستان داره مراقبت از اجرای قانون است. سپاسگزار هستیم. بله، اگر فرصت باقی بمون پاسخی آقای عنیف را در مورد سوال حتما میگرفتیم. در پایان هم سپاسگزار هستیم از حضور مهمانان گرامی برنامه، آقای غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان و پوهنیار احمد حنیف حنیف مشاور حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. از شما بیننده های عزیز هم سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی در همین فرصت، خدا نگهدار.